ماجرای دو بیمار رها شده این بار به روایت وزیر بهداشت. اونی که گفتن که این بیمار چنین بوده این واقعیت نداشته. ببینید این فردی بوده که 20 اونجا 20 فروردین بستری میشه، 23 فروردین مرخص میشه، درمانهای کاملش رو میگیره، آدرس منزل هم داشته. به جای اینکه این فرد رو منتقلش بکنن به منزلش میبرن میذارنش کنار بیابان. بعد که پلیس این رو پیدا میکنه و این فرد رو میبره در بیمارستان فیروزآبادی، من با رئیس بیمارستان فیروزآبادی صحبت کردم. رئیس بیمارستان به من گفت ما دیدیم همه کارهای درمانیش قبلا انجام شده و این رو سوار آژانس بیمارستان کردیم فرستادیمش منزل. یعنی فردی بوده که آدرس داشته، هزینه درمانش رایگان شده بوده، خدمات درمانش رو کامل گرفته بوده. حتما در این قضیه که فردی رو با لباس بیمارستان، با رادیولوژی بیمارستان، با سربرگ پزشک بیمارستان که عنوان بیمارستان درش هست بردن، عکس و فیلم گرفتن، به نظر ما پشت این قضیه انگیزه است. انگیزش هم به نظر من کلیتش این هست که میخوان آبرو و حیثیت همه پزشکان، همه زحمتکشان، همه پرستاران که در این نظام سلامت دارن کار میکنن خدشه‌دار بکنن و اعتماد مردم رو به نظام سلامت ضعیف بکنن. امیدوار هستیم انشالله با وجود این 6 نفری که الان دستگیر شدن در قوه قضاییه و رسیدگی که میشه این دست‌ها روشن و مشخص. دو بیمار به خاطر نداشتن هزینه برای درمان در بیابان‌های اطراف تهران رها شدن. انتشار تصاویر این اقدام غیرانسانی و دردآور که در بهداشت و درمان ما بی‌سابقه بوده بازتاب‌های گوناگونی را به همراه داشت و این ماجرا افکار عمومی را به شدت آزرده کرد. در همان لحظات ابتدایی انتشار این خبر برای پیگیری این موضوع راهی بیمارستان فیروزآبادی شدیم تا با یکی از دو بیمار این اتفاق صحبت کنیم. من رو بستری کردن تو بخش اورژانس 2 تو قلعه بیمارستان امام خمینی. بعد مجددن دکتر آمد من بعد اینکه ماینه کرد گفتن که پردوس رو بازم باره برای پاد که میام ماینه کنم میپرسم برای عکس برداری. بعد با یه آمبولانس قدیمی یا استاتیکی اصلا استفاده ای ازش نمیشه، همراه یه مریضی دیگه که اونم سوختگی شدیدی داشت، هم انایه صورت هم انایه باسن بسی شهرستان هم بود، گذاشتم تو آمبولانس. ما گفتم بعد اینکه اعتراض کردم گفتم من کجا میبرید، خانم من میاد دنبالم. گفتم تو رو میبریم آدرس های در خونه تون تحویل بدیم، این بند خدا رو میبریم میدیم سازمان خیریه کریزک. بعد اینکه چشمونو با کردیم بعد یکی دو ساعت دیگه دیدیم تو بیام هست. بعد هیچی مانو مثل زباله انداختم زمینو فرا کردم. کیو انتقال داد به اتوبان کاگه خدماتی ها بودم با یه راننده که لباس شخصی. زن دو بیمار یکی از بیمارستان های دولتی در اطراف تهران تحت پیگرد قانونی قرار گرفتن. دادستان تهران در این باره گفته راننده که آمبولانسی که این دو بیمار رو در حاشیه شهر رها کرده بودن شناسایی شده و از او خواستیم برای توضیح در جلسه حاضر بشه تا از اتفاقات تأسف‌بار رویداد اطلاع دقیق کسب کنیم. به گفته دولت آبادی یکی از این بیماران 20 ساله و دیگری 60 ساله است. تحقیقات اولیه حاکی از اونه که دو بیمار مذکور به علت ناتوانی در پرداخت هزینه‌های درمانی به این محل منتقل شده بودند. در این زمینه پرونده قضایی در دادسرای ناحیه 6 تهران تشکیل شده و تحقیقات درباره این پرونده ادامه داره. روابط عمومی وزارت بهداشت هم از دستور ویژه وزیر بهداشت برای تشکیل تیمی جهت پیگیری حادثه رهایی این دو بیمار در اطراف تهران خبر داده و تأکید کرده اگه تخلف بیمارستان اثبات بشه با عوامل این حادثه به شدت برخورد میشه.